با سلام، ششمین برنامه نام‌ها و یادها و همچنان در کنار آقای منصور بهرامی، قهرمان تنیس و اگر اجازه دارم به نوعی گفته باشم قهرمان دلها، دست کم در فرانسه با اونچه که در این سالها دیدم، برای اینکه جدا از ورزشکاری، جدا از روحیه ورزشکار، ایشون یک نوع تواضع و مهربانی دارن که خیلی زود در جمع ورزشگاه‌های تنیس دیده میشه، احساس میشه و گفته میشه. خودتون در این باره چه خواهید گفت آقای بهرامی؟ همونجوری که خدمتتون عرض کردم، برای من همیشه اینی که اطرافو کسانی که اونجا هستن برای من از برد خیلی مهمتر هستن. من دوست دارم مسابقه رو ببرم، بازی رو اول بشم، ولی به اون طریقی که خودم دوست دارم که مردمم لذت ببرن، شریکتون باشم. بهتون عرض می‌کردم که من با کامزی درفشمون در فینال مسابقات آسیایی تنیس فینال رسیدیم. ست اولو ما بردیم 6-3، ست دوم هم 5-2 به نفع ما بودش. سرویس من بود، کامبیز گفتش که خب منصور بعد بزنیم تمامش کنیم بره دیگه. گفتم نه، ببین نشسته بودیم، موقع عوض کردن زمینه بود. گفتش که یعنی چه؟ نه، گفتم ببین ما از اینا هر موقع بخوایم ببریم میبریم، بذار طولش بدیم، بذار مردم لذت ببرن، بذار خود طولش بدیم. من اینا رو یادم، یه خورده بازی توی زمین شمالی که امجدیه بودیم مسابقات. آ نه ببخشید، من فکر کردم رولان گاروس رو میگین. ببخشید، نه، این مسابقات آسیایی بودش. بعد کامبیز گفت تو دیوانه ای مرد حسابی، داریم برای طلا بازی میکنیم. گفت خب باشه، حالا 6-2 6-3 ببریم یا 3-3 ببریم. گفت نه 3-3. گفتم این سه تو بس ما اینا بدیم. گفت من نمی کنم، من حتما من بازی خودم. گفتم تو تنهایی که نمیتونی از 3 نفر ببری که. هر کاری بخوای. بعد گفت تو اصلا من نه چیز نشیدم. گفتم بذار بابا از اینا بیاری. ما اون گویا باختیم، شد 5-3. بعد سر به من شد 5-4. گفت من سر بگید تمام بزن، تمامش کن بری. گفتم نه، من سر خودم خراب میکنم تو. گفت من، گفتم تو دابل فولد میکنی، دوبل میکنی، دوبل فولد میکنی، نمیذارم مثلا تو ریسک کنی. اون سه تا ما باختیم 7-6. بعد یه جوری شد که اینا یه خورده شجاعت شده بودن، شجاعت پیدا کرده بودن و بازی ما رسید شد 11-9. ما بردیم ولی 11-9 در مرز باختن. این به من گفت منصور تو اصلا موهای من سفید کردی، تو دیوانه ای، دیوانه ای تو اصلا، حالی اصلا نیست. گفتم ببین الان این کسایی که بازی رو دیدن، اونایی که دیدن این بازی رو فراموش نمی کنن تا آخر عمرشون. ما عمر این بازی رو بردیم. توجه دید اونی که شما می فرمودید که در رولان گاروس به 2-3 نوبت، ببینید من اصلا همیشه چیز من این بوده که مردم که از زمین من میرن بیرون بعد از بازی، مردم کسایی که منو اصلا نمیشناسن میان پیش من میگن تو خیابون گاهی اوقات ممکنه منو ببینن، میگن آقای بهرامی میخوام مثلا بگم مرسی، من پسرم از تنیس اصلا دوست نداشت، اووردمش بازی تو رو دید، از اون موقع عاشق تنیس شده. میفهمم. مثلا نمیدونم دخترم فلان با از اون موقعی تو رو دیده همش میخواد بیاد بازی تو رو ببینه و این برای من از بردنش مهمتره. من دوست دارم مسابقه ببرم ولی میخوام که همه راضی باشن و اون کسی که یه پولی هم داده و ارشد اومده بازی رو داره میبینه لذت برده باشه. و نظیر شما در واقع من در فرانسه یا نمیشناسم یا کم دیدم. یک نکته دیگر که حالا در آخرین برنامه آلبوم عکس‌های شما رو ورق میزنیم جدا از نامهایی که محبت کردید گفتید، من شخصیت‌های سیاسی در کنار شما دیدم، حالا آقای شیراک، آقای سرکوزی، اونها چرا به طرف شما جذب می‌شدن؟ ببینید اینا همه توی مملکتی هستیم که مردم و رؤسای جمهور خودشون مثلا ورزشکارن. بله، شما مثلا آقای سرکوزی، من باش تنیس بازی کردم. آقای مکرون خودش تنیس خود دوست داره بازی کنه. ژاک شیراک خودش یکی از به اصطلاح طرفدارای تنیس بودش. بعدم اونجوری که شما گفتید ولی میمدن طرف شما نه طرف بقیه ورزشکارای تنیس. درسته، من دیدم که گاهی اوقات اومدن طرف من و به هر صورت
نمیدونم حالا اون دیگه من نمیدونم چرا طرف من اومدن، شاید اومدن من آقای مثلا ژاک شیراک، مثلا من قهرمان فرانسه شدم با مسابقات باشگاهی با تنیس کلاب دو لوپرو لوپروس بله. و اون موقع که من با اونا قهرمان فرانسه شدیم، آقای میشل ژیرو که وزیر کار چیز بود آقای شیراک، میشل ژیرو رئیس باشگاه ما بودش، رئیس باشگاه بود. مثلا همینه که شما میگید چرا میان طرف شما، یه دفعه من یکی از بازی‌ها تو رولان گاروس خسته بودم، بازی هم کردم خیلیم خسته، سرم هم پایین اینجوری باز شدم، بعد دیدم یه کسی اومد دید دست یه جلوی منه، منم خسته بودم، بعد گفتش که کومو سوا نوترامی دو تنیس لوپرو تنیس لوپرو، صدا رو من صدای ژاک شیراک شنیدم. اومدم گفت منصور چطوری، من بلند شدم گفتم آخر رئیس جمهور تو خودت اومد، خودش اومد در به من. و میگم حالا اون دیگه شاید برای اینکه من مردم میخندونم توی زمین. شما فکر کنید گفتید توی فرانسه، من تو بیشتر از 120 کشور دنیا سفر کردم، همه جای دنیا میرم. گاهی اوقات مثلا شما فکر کنید من یک جاهای منو مثلا میگن بیا، میگم مثلا مکزیک، میگم مکزیک کسی من میشناسه؟ میگه آقا منصور شما اونجا تحقیق تلویزیون ماهواره رفتم در شهر در بوگوتا، نمیدونم در کلی، میگم خود بوگوتا کسی، من رفتم اونجا میدم معلوم بچه های 7-8 ساله، آدم های مسنتر میان بازی منو از تو نمیدونم تلویزیون اینا بازی من دیدن و از بازی من خوشم میاد، میدونین. و من همونجایی که بهتون عرض کردم فرمودی. این برای من لذتی که تماشاچی میبره از همه چیز مهمتره، این مشخصه دقیقا. و من ببینید یکی از دلایلی که تو بازیایی که من کردم، بیشتر مثلا فرض کنید فینال مسابقات رولان گاروس تو دو نفری بودش، من با اون پارتنرم دوستم اریک وینوگراسکی که بعد به مکنرو گراب باخته بودیم، اینا تو بازیای انفرادی من تنها، چون تنها بودم تو زمین هر کاری دارم می‌کردم و ولی تو دو جدیتر بازی میکردم. بدشانسی که من آوردم که میتونستم خیلی بیشتر از اینی که امروز انجام دادم، میتونستم خیلی بیشتر از این از نظر مقام، بیشتر از اینی که هستم میتونستم باشم از نظر تنیس، این بود که من از 20 سالگی تا 30 سالگی که بهترین سالهای ورزشی یک ورزشکار، حالا هر ورزشکار باشه بهترین سال هاست، من تو اون سال اصلا مسابقات حرفه‌ای بازی نکردم. اصلا من سه سال اصلا بازی نکردم تو ایران. بعد از 24 سالگی اومدم توی فرانسه و 6 سال فقط توی فرانسه بازی کردم، یعنی با گذرنامه ایرانی هیچ جمعه رو را نمیدن، اصلا هیچ جمعه نمیتونستم برم. چندین بار من توی مسابقات تو مسابقات فرانسه رسیدم به فینال و سمی فینال، مثلا در شهر متس، همین اوپن دو موزل که امروز میشنویم هر سال انجام میشه، توی مسابقات من به فینال و به سمی فینال رسیدم که بعد مسابقه بعدیش در شهر بروکسل بودش که به این که من به فینال رسیدم اینجا مستقیم میتونستم برم تو مسابقه بعدی که مسابقه خیلی بزرگی بودش میتونستم بازی بکنم. و مثلا ATP به من، ATP مال همین سازمان تنیس بازهای حرفه‌ای، به من گفت منصور میای اینجا توی هفته دیگه توی چیز بازی بکنی؟ نمیتونم. گفتم من ویزا ندارم، کمکم کنید به من ویزا بدن، من آره عاشق اینه که برم. اینا مثلا تماس میگرفتن با مثلا فدراسیون کشور خودشون، فدراسیون و با سفارت کنسولگری بروکس بلژیک. بله. که آقا ما یکی از بازیکنامون داره مثلا هفته گذرنامه ایرانی داشتین همچنان؟ گذرنامه ایرانی بله، من گذرنامه فرانسوی مسال 1033 سالم بود گرفتم، 89 و که یه همچین بازیکنه از طرف سفارت بهش گفتن گذرنامه چیه ایرانی؟ خدافظ. دو ماه طول میکشه تو ما به تو بگیم آره یا نه.
میدونم. من گفتم بازی هفته دیگه است، 3 روز دیگه شروع میشه، من برای این میخوام برم 4 روز 5 روز اونجا هستم، برم برمیگردم. اجازه نمیدادن. میتونستم مثلا اون موقع ماشین رو بردارم با ماشین مثلا برم اونجا، ولی اگه من میرفتم اصلا چک نمیکردن، میذاشتن برم. موقع برگشتن مثلا بعد رام نمیدادن اصلا. ببینید با اینکه مثلا من میدونید به هر صورت خونه و زندگی همه چی هم اینجا بودش، ولی میفهم از این نظر بهم خیلی لطمه خورد که نتونستم مسابقات برمالی مسابقات حرفه‌ای رو انجام بدم. در وقت کمی که در این برنامه دستکم برنامه‌های بعدی رو داریم مونده، آیا اجازه دارم از زندگی خصوصیتون بپرسم؟ آیا فرزندان شما هم راه شما رو دنبال میکنن در تنیس؟ نه، فرزندان من متأسفانه تنیس. چرا متأسفانه؟ نه، برای اینکه دوست داشتم تنیس بازی بکنم. ببینید من الان به یه سنی رسیدم که بازی های نمایشی هیچ کس در دنیا به اندازه من بازی های نمایشی درست. نمی درست. و مخصوصا تو این 10 سالی که گذشته من مسنترین بازیکنی هستم که هنوز مردم به من میگن بیان موی سفید میگن. اگر تنیس، اگر من الان کسایی که من باشون بازی میکنن، مثلا شما فکر کنید با بگداتیس، با ایوانیزویچ، با اون آقای سوئدی هم دیدم موهای سفید با هم باز. آخرین بازی با دیوید فرر بله. نفر همین 4 سال پیش نفر چهارم دنیا بودش، الان که 38 سالشه، همسن بچه منه. من دوستش مثلا اگر پسران، یکی از پسران بازی میکرد با هم. با هم دیگه با هم بازی نماشی میکردیم، ولی خب بازی میکنن، ولی در سطحی که بخوان بازی حرفه‌ای بکنن نه نیست. نه، به همین دلیل میگم همونجوری که شما فرمودین، من مردم بازی من دوست دارن به خاطر این نیست که مثلا من قهرمان دنیا بودم یا قهرمان، نه نبودم، هیچ وقت نبودم، ولی قهرمان دنیا الان هستش که میاد به من میگه من سوی تو که بازیکنی نبودی، چطوره که تو داری بازی میکنی همه جای دنیا بازی میکنی، ما رو هیچ کس دعوت نمیکنه. میگم خب به من چه داری میگی؟ مگه من دارم خودم رو دعوت؟ من که از کسی چیزی نمیخوام. من نشستم تو خونم، تلفنم زنگ بزنه میرم بازی میکنم، تلفنم زنگ نزنه بازی نمیکنم. من از کسی نمیگم بیا به من بگیر برای مسابقات خود بازی کن. مردم به من زنگ میزنن که برم براشون بازی بکنم. دیدید که هر چه گفتم فقط این توپ نبود، منصور بهرامی بود که توانست در نزدیک به 4 دهه واقعا در فرانسه شایستگی نام و کار و افتخاری برای ما ایرانیان ساکن فرانسه و حتی بیرون از مرزها باشه. هفته آینده 7th برنامه نامها و یادها با آقای منصور بهرامی.